یه موضوعی هم این که چندین بار تا حالا ازم پرسیده شده آقا با هارد داخلی سیستم کار بکنیم یا یه هارد اکسترنال بگیریم فایلامونو بذاریم روش. اگر شما امکان این رو دارید که از هارد اکسترنال سریعتر استفاده بکنید، قطعا و یقینا این کار رو انجام بدید. بنا به دو دلیل عمده. یکی این که این هارد داخلی شما تو شرایط عادی، سیستم عامل شما روشه، نرم افزارهای شما روشه، خود فانکات شما روشه، تو شرایطی که شما دارید کار میکنید داره اون سرویس ها رو به شما میده، یعنی داره محاسبات سیستم عامل رو انجام میده، محاسبات نرم افزار فانکات رو انجام میده. اینی که اگر شما حالا ازش بخواید فایلای تدوین شما رو به شما هی آدرس بده، هی اون فایلای تدوین رو بخونه و هی بنویسه، طبیعتا فشار بیشتری بهش میاد و سرعتتون یه مقدار پایین تر میاد. اینه که یه هاردی که سیستم عامل روش هست مثل این هارد همیشه یه مقداری کنتر از یه هارد دیگه است که سیستم عامل روش نیست. این ممکنه الان که حالا سیستم خیلی سریع‌تر شدن خیلی به چشم نیاد، ولی همیشه یه مقداری این دوتا با هم اختلاف دارن. این یه دلیل. دلیل دوم که شاید مهمتر از این باشه، مخصوصا شما اگر از لپتاپ استفاده می‌کنید و لپتاپتون هارد SSD نداره، هاردهای قدیمی تر اینا معمولا چون سیلندر دارن زودتر مستهلک میشن. یعنی اگه مثلا فرض کنید شما این هارد من روش فایلای من باشه و من باش تدوین بکنم، تدوین کاری که به شدت به هارد فشار میاره، دائم فایل از هارد خونده میشه، دائم روی هارد نوشته میشه. میدونید شما اینه اینه که از صبح تا شب فایل کپی کنید روی هاردتون، دوباره از روی هاردتون کپی کنید یه جای دیگه، اینه که خیلی فشار به هارد میاره تدوین و به شدت تدوین هارد رو مستهلک میکنه. اینه که اگر یک هارد اکسترنال داشته باشید، خب طبیعتا حتی اگه تو پروژه های بعدم حتی اگه نمیدونم مثلا مستهلکم بشه، شاید اونقدر ناجور نباشه که هارد داخلیتون. علت این که اینو من میگم اینه که این بلا سر خود من اومده ها، من هارد قبلیم سوخت سر این موضوع. اینه که ترجیحاً اگه هارد اکسترنال داشته باشید فایلاتون رو روی اون بذارید و باش تدوین بکنید، یه مقداری من فکر کنم بهتر باشه از به این بنا به این دو دلیلی که گفتم خدمتتون.